تظاهرات معترضان به هتک حرمت و آتش زدن قرآن کریم از سوی یک سیاستمدار افرادگرای دانمارکی در سوئد شب گذشته نیز ادامه یافت. در همین حال پلیس در اقدامی پیشگیرانه تجمع یک گروه راست افراطی ضد اسلامی را که قصد داشتند نسخه دیگر از قرآن را بسوزانند به مکان جدیدی منتقل کرد. به گفته پلیس سوئد بیش از 100 جوان با پرتاب سنگ و آتش زدن اتومبیل‌ها، لاستیک و سطل زباله حصار ایجاد کردند که مانع از عبور و مرور شد. شامگاه جمعه درگیری‌های خشونت‌آمیز بین تظاهرکنندگان و معترضان در مرکز شهر اوربو پیش از طرح حزب استرام کورس برای سوزاندن قرآن در آنجا رخ داد که 12 افسر پلیس مجروح شدند و 4 خودروی پلیس به آتش کشیده شد. کیم هیلد، سخنگوی پلیس در جنوب سوئد روز شنبه گفت پلیس مجوز تظاهرات لندس اسکرونا را لغو نخواهد کرد زیرا آزادی بیان در سوئد ارزش بالایی دارد. تظاهرات کنندگان برای تظاهرات و سخن گفتن حق دارند و نباید نادیده گرفته شوند. این تظاهرات عصر شنبه در یک پارک مرکزی در مالمو برگزار شد، جایی که راسموس پالدون رهبر حزب استرام کورس برای 10 نفر سخنرانی کرد و تعداد کمی از معترضان به سمت تظاهرات کنندگان سنگ پرتاب کردند و پلیس مجبور شد برای متفرق کردن آنها از اسپری فلفل استفاده کند. حجت الاسلام و المسلمین شیخ زکی بیاتی وکیل آیت الله لزما شیرازی از شهر استکهلم سوئد با ما هستند. جناب آقای بیاتی سلام. هر از چندگاهی رفتاری ضد اسلامی مانند قرآن سوزی یا انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز در یکی از کشورهای اروپایی انجام میشه. فکر میکنید ریشه و علت چنین اقدامهایی چی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما عزیزان، ماه مبارک رمضان و تولد امام حسن و مجتبی بر شما عزیزان عرض میکنم. البته دوره ای که الان هستش مسئله انتخابات نزدیک هستش و بعضی از احزابی که منتظر هستن که زمینه انتخابات را برای خودشون فراهم بکنن و سمت انتخابی شدن اونها با همین شورش ها باعث میشه که مردم بر ضد اون کسانی که دوست دارن از نظر نجات پرستی و از اون مسائلی که لازمه تفرقه کردن بین مردم سوئد و مسلمانان یا کلن قضیه اروپا که الان هستش زمینه سیاسی بیشتر دارد. به نظر شما اقدام های مانند قرآن سوزی چه تأثیر و پیامدهایی بر مردم غرب خواهد گذاشت؟ البته تأثیر خیلی، هرچند که تأثیرش یعنی از نظر عدم جایز بودن قرآن سوزی که خیلی حکم بزرگی دارد، اما از برای بنفع مسلمانان و بنفع دین مقدس اسلام شد و الان کلا در کشور سوئد یا اروپا الان دارن حساب میبرن که مسلمانان باید هم یک قوتی هستش، یک قدرتی هست که میتواند در آینده حساب زیادی داشته باشد که چی کار باید بکنن. و الان قانون سوئد در حال صحبت هستن که آیا در این قانون که آزادی مردم که هر کاری میخوان انجام بدن، آیا در ضربه زدن به ادیان و مقدسات و فرهنگ دیگران آیا آزادی هم هست و محدودیت داشته باشه. مسئله دیگر، مردم سوئد خصوصا الان باعث شد که توجه بکنن، خصوصا جوانان، که آیا این قرآن چیست که این همه شورش و مشکلات بزرگ سیاسی و مردم را به توجه به دین اسلامی و به قرآن بیشتر توجه کردن که این کتاب چی هست، چقدر ارزش دارد و مسئله از چه قرار است. و مسئله دوم باعث شد احترام قانون اروپا یا قانون سوئد یک بندی در قانونهای خود بگذارن که مسلمانان بازم یک قشری هستش که قابل فراموش کردن نیست، که الان در سوئد 12% مسلمان هستند و باید احترام گذاشت به
ادیان و مقدسات دین مقدس اسلام باده باشه. متشکرم از شما شیخ زکی بیاتی، وکیل آیت الله لزمان شیرازی از کشور سوئد.